شما اهداف عمده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان را توضیح دادید. اجازه بدهید این سوال را بپرسم که شما تا چه اندازه در تطبیق اولویت های خیش در افغانستان موفق بودید؟ موفقیت شما در سه هدفی که ذکر نمودید چقدر است؟ دستاورت ها در افغانستان زیاد است و بخشی از این موفقیت ها حاصل حمایت اداره توسعه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان است. اما این دستاورت ها واقعا موفقیت های افغانستان است. بگذارید یک مثال را برایتون یادآور شوم و مطمئن هستم شما هم در مورد آن قبلا هم شنیده اید. در بخش خدمات اولیه صحی میزان مرگ و میر مادران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. بنابر این اینها موفقیت های واقعی هستند. حال ما باید در ادامه این موفقیت ها به آنها افزوده و آن را وسعت بخشیم. یعنی فیصدی افغان هایی را که به خدمات اولیه صحی دسترسی دارند بیشتر نماییم و میزان مسئول سازی را افزایش دهیم تا کودکان بیشتری در مقابل امراض مسئول گردیده تا در دوران زیر 5 سال زندگی خود را از دست ندهند. دستاورد دیگر که من مطمئن هستم شما از آن آگاهی دارید آموزش است. قبل از سال 2002 تخمین می‌گردد که در حدود 1 میلیون کودک به مکتب می‌رود، اما اکنون میلیون ها کودک به مکتب می‌روند که 1/3شان دختر است و این یک موفقیت بزرگ است. دستاورد مشخصتر دیگر را که می‌خواهیم با شما شریک بسازیم این است که ما مدت 7 یا 8 سال می‌شود که با اداره برشنا که به نام ده افغانستان برشنا شرکت یاد می‌شود، هم در بخش اعمار زیربناهای مهم و هم در بخش تمدید کبل‌های برق کمک می‌نماییم. اما به طور مشخص در افغانستان برشنا شرکت را من حیث یک نهاد کمک می‌نماییم تا خود کفا گردد. 5 سال قبل این شرکت به میلیون ها دلار حکومت نیاز داشت تا بتواند مصارف خود را پرداخت نموده و جریان برق را فعال نگه دارد. اکنون این شرکت خودکفا بوده و آنها اطمینان دارند که مردم صرفیه برق را پرداخت می کنند. آنچه که ذکر گردید تنها 3 مثال از موفقیت های ما است، اما مثال های زیاد دیگر هم وجود دارد. میخوام در مورد موفقیت هایی که شما ذکر نمودید بدانم. آیا این موفقیت ها تنها مربوط اداره شماست یا حکومت افغانستان هم سهم دارد؟ آیا همچنان میشه گفت موفقیت های مشترک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان است؟ من میگویم این موفقیت ها قطعا موفقیت های حکومت و مردم افغانستان است. مثلا وقتی ما یک مکتب را در یک روستا اعمار می کنیم یا گاهی پول اعمار آن را می پردازیم، این واقعا مردم محل است که از ساخت و ساز آن حمایت می کنند و اطمینان حاصل می کنند که اعمار آن به شیوه درست و خوب صورت می گیرد. بنابراین این موفقیت ها از آن مردم افغانستان است. این گفته در زمینه فعالیت های صحی نیز در سراسر افغانستان صدق می کند. باز هم در تطبیق برنامه های صحی این مردم محل هستند که مدیریت اکثر این برنامه ها را به دست می گیرند. واضح است که حکومت باید نظارت و کارهای از این قبیل را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که خدمات به صورت درست و طبق پالیسی ارائه می گردد. اما این موفقیت ها موفقیت هر فرد افغان می باشد. سپاس فراوان. اجازه بدهید که سراغ پروژه های اخیر اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در افغانستان بره. مثلا درباره پروژه هایی که مربوط سکتور صحت است، چنان که میدانید اداره سیگار اتهامات و ادعاهای زیاد را مبنی بر سوء مدیریت در تطبیق پروژه های شما در افغانستان مطرح نموده است. آیا پروژه هایی را که جدیداً آغاز می کنید با روش و متد جدید هم هست یا خیر؟ بگذارید واضح بسازم که اداره USAID نظارت اداره سیگار و دیگر بازرسان عمومی و تفتیش کنندگان حکومت آمریکا را استقبال می کند. چندین نهاد بازرسی کننده فعلا در اینجا حضور دارند. ما از نظارت آنها جدا استقبال می کنیم، زیرا نظارت آنها تکمیل کننده کار ما است و ما از طریق همین نظارت و ارزیابی می توانیم برنامه های من را خوبتر انجام دهیم تا خود را مطمئن بسازیم که پول مالیات دهندگان
آمریکا به طور صحیح استفاده می‌گردد و همچنین خود را مطمئن سازیم که استفاده از این پول برای دستیابی به نتایجی که ما می‌خواهیم بیشترین کارایی را دارد. بنابر این ما از نظارت و بازرسی آنها استقبال می‌نماییم. هر اتهامی که وجود داشته باشد ما آن را به گونه جدی بررسی می‌کنیم. ما هر اتهامی که از جانب اداره سیگار، نهادهای حکومت افغانستان یا جامعه مدنی مطرح می شود و آن توجه کرده و آن را پیگیری می نماییم. بنابراین باز هم می گویم که ما از نظارت استقبال می کنیم و در این موارد بحث ها را داشتیم. ما کاملا این مسائل را یا از طرف خود یعنی اداره USAID یا از طرف دیگر بازرسان امریکایی تعقیب می کنیم. آقای همینگ، ببخشید. ما درباره اتهامات و ادعاهای مطرح شده از سوی اداره سیگار بدتر صحبت خواهیم کرد. بیایید حالا در مورد شیوه تطبیق پروژه ها توسط اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بگویید. هرچند که شما از نظارت اداره سیگار و سایر بازرسان استقبال می نمایید، آیا شما شیوه جدید را برای تطبیق پروژه های خود در افغانستان و ارزیابی های آن روی دست گرفته اید؟ ما یک رویکرد جدید را روی دست گرفته ایم، نه به این دلیل که اتهامات مبنی بر فساد وجود دارد، بلکه به این دلیل که ما می خواهیم رویکرد تطبیقی ما بیشترین کارایی را داشته باشد. مثلا ما به طور فزاینده کوشش می نماییم که از نهادها و سازمان های افغانی برای تطبیق پروژه ها استفاده نماییم. یعنی شما اتهامات وارده از سوی اداره سیگار را نمی پذیرید؟ نه خیر، بگذارید واضح بسازم. کارهایی که صورت می گیرد به خاطر مؤثریت و کارایی کمک هاست. در رابطه با اتهامات باید بگویم که اداره سیگار در جریان بازرسی ها و تفتیش های خیش هر مسئله ای را که متوجه می شود ما آن را به گونه مشخص پیگیری می نماییم. ما هم برنامه های نظارتی قوی داریم. بگذارید که درباره رویکرد جدیدی که روی دست گرفته ایم به شما معلومات دهم. رویکرد جدید ما سیستم نظارتی چند مرحله ای می باشد. در این سیستم نظارتی 5 مرحله متفاوت وجود دارد. با استفاده از این راهکار ما معلومات زیادی را از منابع مختلف درباره تطبیق برنامه‌هایمان در ساحت دریافت می‌نماییم. سپس این معلومات را بررسی نموده و در صورت نیاز تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماییم که آیا باید گستره فعالیت‌های پروژه را کاهش دهیم یا پروژه در جای دیگر تطبیق نماییم و یا پروژه در محل فعلیش ادامه پیدا کند. بسیار خوب. تا حال اداره شما چه مبلغی را در افغانستان هزینه کرده؟ و بالای کدام سکتور بیشترین هزینه صورت گرفته؟ بودجه اداره توسعه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سال مالی 2014 775 میلیون دلار بود که مبلغ قابل ملاحظه ای است. قسمتی از این بودجه در پروژه های خارج از بودجه ملی حکومت در بخش های چون زراعت، صحت، آموزش، حتی انکشاف زیرساخت ها به مصرف رسید. یک قسمت دیگر از این مبلغ از طریق صندوق وجهی ما مانتی و پروژه ها یا برنامه های شامل بودجه ملی حکومت افغانستان اختصاص می‌یابد. صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF وجود دارد که توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود. بنابراین مصرف بودجه این اداره به این بستگی دارد که بهترین طریقه برای رسیدن به نتایج در همکاری با حکومت افغانستان چه است؟ و در این مورد بحث های زیادی با حکومت افغانستان صورت می گیرد. به همین خاطر ما هم برنامه های خارج از بودجه داریم و هم برنامه های شامل بودجه. و این بستگی به آن دارد که کدام طریقه برای دستیابی به نتایج بهتر است. می خواهم در مورد مقدار کمک شما در سالهای 2015 و 2016 بدانم. ما برای سال 2015 مبلغ 900 میلیون دلار را تقاضا کرده ایم و این معلومات در اختیار مردم قرار داده شده. در مورد بودجه 2016 هنوز هم در واشنگتن بحث و بررسی جریان دارد. بنابراین دقیقاً گفتن نمیتوانم که بودجه ما چقدر خواهد بود. برای سال 2016؟ بله. ادامه این گفتگوی ویژه تا لحظات دیگر.